یه شیروانی نامحدودی در شرایط اشباع با مشخصات زیر مد نظر شرایط پایداریش چگونه است؟ یعنی در حقیقت باید FS رو به دست بیاریم، ضریب اطمینان رو، که یک سطح شیبداری رو به ما داده، سپریم و فپرین و خاک و همینطور گامای سچوریتد رو به ما داده، آلفا هم که 27 درجه هست. خب ضریب اطمینان ما برابر هست با گاما پریم در تانژانت فپرین به روی گامای سچوریتد در تانژانت بتا به علاوه سپریم به روی گامای سچوریتد در اچ سینوس بتا در کوسینوس بتا. این رابطه رو حفظ میکنیم، رابطه مهمیه. حالا اثباتش رو خیلی کار نداریم، خیلی هم سخت نیست برای اینکه بخوایم اثبات بکنیم که این رابطه از کجا اومده. بحث ما همین بحث شیروانی نامحدود هست که مثل همین روش اگر استفاده بکنیم به این رابطه دست خواهیم پیدا کرد در انتها. اما ما رابطه رو حفظ خواهیم کرد برای اینکه خیلی کمکمون میکنه که سوالات رو راحت‌تر حل بکنیم و خیلی هم ساده است و اصلیتش از همون بحثی هست که توی اسلاید قبل هم اثبات کردیم که ضریب اطمینان تانژانت فی به روی تانژانت آلفا هست در شرایطی که خیلی شرایط آرمانی باشه، یعنی وزنا با هم حذف بشه و خیلی ساده باشه. اما اگه این مقداری بخوایم به واقعیت نزدیکتر کنیم قضیه رو، به این رابطه دست پیدا می‌کنیم که رابطه پیچیده‌ای نیست. الان توی این شرایط من تانژانت فپریم به تانژانت بتا رو دارم که ضرب در ضریب گاما پریم به روی گامای سچوریتد هم خواهد بود به دلیل اینکه فضا رو شرایط تنش مؤثر دارم در نظر میگیرم. از طرفی فقط زاویه اصطکاک داخلی نیست که اینجا داره به من نیروی مقاوم رو میده. اگه شما روی همین بحث در نظر بگیرین، من گفتم الان نیروی مقاوم من توی این شرایط فقط این نیروی اصطکاکی هست که رو به بالا داره وارد میشه که گفتیم N در تانژانت فی هست، در حالی که این شرایط رو برای حالتی در نظر گرفتیم که ما فقط زاویه اصطکاک داخلی خاک داشته باشیم. اگر خاک من خاک چسبنده هم باشه و هم سی داشته باشم و فی، آیا باز هم اینطور هست؟ قطعا اینطور نیست، به خاطر اینکه سی چسبندگیه و چسبندگی خودش یک نیروی مقاومه که میتونه به من مقاومت بده. پس من سپریم رو هم به عنوان یک نیروی مقاوم در نظر میگیرم. به روی نیروی محرکی که با سپریم مقابله میکنه برابر میشه با گاما پریم در اچ در سینوس بتا کوسینوس بتا. اچ هم ضخامت لایه، حالا این شیبمون هست ولی در جهت قائم، قائمی که نسبت به افق، نه نسبت به سطح شیب. خب حالا فقط کافیه که جایگذاری کنیم. پس یه دور دیگه خدمتتون تاکید میکنم که این رابطه جز رابطه های مهم این فصل هست در استفاده از روش شیروانی نامحدود. لطفاً حفظش باشیم. حالا بیایم جایگذاری کنیم. گاما پریم برابر هست با 2-1، چون گامای واتر 1 هست یا 1 تون بر متر مکعب. فپریم 27 درجه هست. گامای سچوریتد 2. سپریم برابر با نیم. اچ مجهوله، اچ رو نداریم، اگر داشتیم جایگذاری میکردیم. بتا 27 درجه و فپریم هم 27 درجه بود. خب سینوس بتا و کوسینوس بتا رو دارم، 27 درجه رو جایگذاری میکنم و در انتخاب خواهم داشت FS مساوی است با نیم به علاوه نیم به روی اچ در سینوس 54 درجه، که با این حساب میتونم اینطور نتیجه گیری بکنم که شرایط پایداری ما بستگی به مقدار اچ داره. یعنی اگر این ضخامتی که در نظر گرفتیم برای شیروانی ما کم باشه و یا زیاد باشه، روی FS ما تاثیر میگذاره. پس برای اینکه FS در حقیقت مستقل از H نیست، روی مقدارش تأثیر داره. اگر من H رو دقیق، مقدار دقیقش رو داشته باشم، جایگذاری میکنم، FS رو به دست میارم و حالا اگر بزرگتر از 2 باشه میگم پایدار هست، اگر نه ناپایداری داریم. ولی اینجا میتونیم در حالت کلی بگیم که FS ما بستگی مستقیم به H داره و H حالا مقدارش هر چقدر کم و زیاد بشه FS هم تغییر خواهد کرد. پس این سوال خیلی سوال مهمی بود به دلیل اینکه ما توی این سوال این رابطه رو یاد گرفتیم و شرایطی رو در نظر گرفتیم که خاک من هم زاویه اصطکاک داخلی داشته باشه و هم چسبندگی داشته باشه که ببینم FS من، یعنی در حقیقت نسبت نیروهای مقاوم و محرک من چقدر خواهد. پس رابطه رو هم حفظ کردم.
میریم روش بعدی. گفتیم برای حل مسائل پایداری شیروانی ها ما دو تا روش کلی رو اینجا خدمتتون عرض میکنیم، یکی روش نامحدود و یکی روش محدود. نامحدود رو گفتیم خدمتتون، الان روش بررسی پایداری شیروانی های محدود رو با هم بررسی میکنیم. میگیم در بررسی پایداری های شیروانی محدود یک سطح لغزشی در نظر گرفته میشه و این سطح لغزش به دو صورت صفحه‌ای و استوانه‌ای مورد توجهه، که البته سطح لغزش استوانه‌ای واقعی‌تر هست. ببینیم الان این سطح لغزش یه سطح لغزش استوانه‌ایه، یا به این صورت استوانه‌ای در نظر می‌گیرن یا به صورت خطی. روی مصر رو نگاه بفرمایین، یعنی به این صورت، به جای اینکه این خمیدگی رو در نظر بگیرن فرض کنید اینجوری به صورت خطی باشه، یه صفحه باشه که می‌لغزه. هر دوش میتونه کمک بکنه که ما سوال رو حل بکنیم، مسائلی که از این فصل مطرح میشه، اما لغزش استوانه‌ای به واقعیت نزدیکتر هست، ولی خب حالا خیلی فرقی نمی‌کنه، ما